دختری به نام سحر خدایاری خودسوزی کرد و چند روز پیش این دختر آبی درگذشت. من بران نیستم که درباره این خودسوزی، درباره شخصیت او و درستی و نادرستی این کار با شما سخن بگویم. این را میدانم که یک کلمه امروز من درباره این قل و زنجیری است که صده هاست بر دست و پای زن ایرانی نهاده شده و هنوز هم زن ایرانی آزاد نیست. چرا یک دختر دوستدار یک بازی فوتبال نتواند در این صده 21 به دیدن یک بازی فوتبال برود؟ چرا زن ایرانی باید فرودستر از مرد باشد؟ چرا زن ایرانی در یک جامعه مرد سالار دین پرور دیندار باید در این قل و زنجیر مرد سالاری و دینی باشد؟ سالیان دراز است زنهای ایرانی سنگرهای بسیاری رو گشودند، پیروزیهای زیادی رو به دست آوردند، اما همچنان فرودستر از حقوق مردانی هستند که بر قدرت، بر فرمان روای جامعه چیرگی دارند. و این به ویژه در این 40 گذشته، در این نکبت جمهوری اسلامی، یکی از نکبت بارترین رفتارهایی است که این حکومت می توانسته از خود نشان بدهد. به قل و زنجیر کشیدن و در حجاب کشیدن زن ایرانی. در گذشته پیرامون حق رأی زنان، پیرامون سن ازدواج گفتگو بسیار بود، ولی تا زمان جمهوری اسلامی هرگز در ایران حجاب اجباری نشده بود، قانونی نشده بود. از نقطه نظر اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، برداشتهایی که در میان خانواده ها وجود می داشت، زن در حجاب بود. جمهوری اسلامی این برداشت نکبتبار اجتماعی رو قانونی کرد، زن رو در حجاب نشاند و گفت شما باید خودتون رو بپوشانید، زیرا ما مردان دارنده شما هستیم، مالک شما هستیم، ما به شما میگوییم که چه زمانی کدام بخش از صورتتون رو میتوانید نشان بدهید. میبینید در این گفتگوهای تلویزیونی حتی آدمهایی که همسر رئیس جمهور و همسر نخست، اون یه زمانی نخست وزیر داشتیم، همسر نمایندگان مجلس هستند، حتی هنگامی که سخن میگویند این چادر رو روی دهانشان میگیرند که مبادا مبادا لب اونها رو مرد نامحرم ببیند. شرم‌آور است، به راستی شرم‌آور است که چنین ارزش‌هایی رو بر کشور ما چیره کردند. آنم در کشور ما، در کشوری که از پیش از انقلاب مشروطه، از سپید دم مدرنیته در ایران، زنان در چهارچوب کوشش برای دستیابی به آزادی و حقوق اندک اندک جایگاهی داشتند. جایگاهی برجسته‌ای نداشتند چون نمی توانستند در این کارزار شرکت کنند. اما شما هنگامی که نگاه می کنید خانومی مانند استرابادی، بی بی خانوم استرابادی، کتاب معایب الرجال رو 11 پیش از فرمان مشروطه می نویسه، نشان می دهد که یک زن ایرانی در سپهر اندیشهی و فرهنگی جامعه فعال هست، کوشا هست. و همین زن سپس در کارزار دوران مشروطه شرکت می کند و یکی از نخستین آموزشگاه ها رو برای دختران در خانه خودش می گشاید که اون رو آخوندها می بندند، گویا به فتوای یا به دستور شیخ فضل‌الله نوری از او نامه گرفته بودند که آموزش دختران حرام است. سحر خدایاری خودش رو سوزاند و درگذشت برای اینکه این درد و رنج ماندگار زن ایرانی رو به جهان نشان بدهد، به ما نشان بدهد. من مرد ایرانی باید شرمگین باشم از اینکه از کشوری برخواستم، از سرزمینی برخواستم که این سرزمین و این کشور
امروز حکومت آن پروانه شرکت زن رو در ورزشگاه نمیدهد. یعنی ما در این راستا با عربستان سعودی رقابت میکنیم، ما که در این سالها این همه دستاورد در راستای حقوق زنها داشتیم، امروز با چنین پدیده بسیار نکبتباری روبرو هستیم. ایرانیان در سپیددم مدرنیته با ارزش‌های حقوق انسان آشنا شدند. مثلا انجام انقلاب مشروطه، فرمان مشروطه و مجلس شورای ملی دستاورد این دوران بود. در مجلس مشروطه، در قانون اساسی و سپس متمم قانون اساسی، یک جنبه‌های بسیار پارادوکسال یا متضادی وجود می‌داشت. اصل هشتم قانون اساسی، متمم قانون اساسی، گفته بود اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند. اهالی یعنی همه اهالی، زن و مرد، از هر تیر و تبار، از هر آینی، از هر دینی. اما همه این رو نپذیرفته بودند. در قانون انتخابات مجلس برای دور بعدی، در مجلس اول و در قانون اساسی، زنان در قانون اساسی نه، ولی در قانون انتخابات، زنان در کنار دیوانگان و کسانی که نمی توانند زندگی خودشون رو اداره کنند، ناتوان و بیمار هستند، قرار گرفتند و از حق رأی محروم شدند. پس از به توپ بسته شدن مجلس و سرانجام آزادی تهران به دست آزادی خواهان و چیرگی اونها بر تهران و پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه، یک آزادی تازه‌ای در جامعه به وجود آمد. کسانی گمان کردند که در این بهار آزادی تازه می توانند به زنان هم حق رأی بدهند. در کمیسیون انتخابات مجلس شورای ملی، در دومین مجلس شورای ملی در اون هنگام، موضوع حق رأی زنان مطرح شد و به جایی نرسید، یعنی با گرفتاری جدی روبرو شد، یعنی به مجلس آمد و با گرفتاری روبرو شد. یکی از کسانی که در این راستا باید بگوییم که در اون دوران در مجلس جایگاه برجسته‌ای داشت، آدمی بود از همدان، نماینده همدان در مجلس شورای ملی، وکیل الرعایا، وکیل الرعایا همدانی در مجلس شورای ملی در این باره سخنرانی کرد و آنچه را که در کمیسیون انتخابات، کمیسیون نظامنامه انتخابات گذشته بود و اونها تصویب کرده بودند که به زنان حق رأی دادن بدهند، رو در مجلس مطرح کرد. بسیار هم در ایرانه چنین سخنانی رو به زبان آورد. در 12 مرداد 1290 خورشیدی، مدرس که در اون هنگام نماینده مجلس بود، آخوندی بود از پیرامون اصفهان، از آدمهای روی هم رفته روشنبین اون زمان بود، اما آخوند بود، آکنده از ارزشها و باورهای دینی، دیدگاه چیره بر جامعه ایران رو در اون روز در مجلس به زبان آورد و اجازه بدید سخنان او رو که بسیار دردناک است، من اینجا با شما در میان بگذارم، اینها رو بخوانم برای شما. آقای مدرس در این نشست مجلس شورای ملی به عنوان کسی که نماینده آخوندهای نجف و یعنی مجتهدان هست در مجلس بر پایه اصل دوم متمم قانون اساسی، این گونه سخن میراند: برهان این است که امروز ما هرچه تأمل میکنیم میبینیم خداوند قابلیت در اینها، یعنی زنها،
این پاسخی است که این آدم میدهد به لایحه‌ای که آمده بود برای دادن حق رأی به زنها، نه حق انتخاب شدن، حق رأی به زنها. یکی از نخستین کشورهایی که در این باره گفتگو کرده در پارلمان ایران است. ایران به راستی باید گفت برای ما باید بسیار شکوهمند، بسیار پر از شادی باشد که کشور ما، کشور باستانی ما، صد و اندی سال پیش یکی از نخستین کشورهایی بوده که در پارلمان اون، در مجلس شورای ملی، موضوع حق رأی زنان مطرح شده، در حالی که در اون هنگام در ایالات متحده آمریکا و در هیچ کجای اروپا زنان حق رأی نداشتند. یکی از نخستین کشورهای جهان. شادمان باشید، سرفراز باشید، احساس افتخار بکنید که در این کشور تاریخی در آغاز سده بیستم، در حالی که در هیچ کجای جهان زنان حق رأی نداشتند، در کمیسیون انتخابات مجلس شورای ملی موضوع حق رأی زنان مطرح شده و در تالار مجلس شورای ملی نماینده همدان از سوی این کمیسیون درباره حق رأی زنان سخنرانی کرده، وکیل و رعایای همدانی. این شاهکاری است. احساس افتخار بکنیم که چنین بوده و نگاه کنیم که پاسخ چیست و در پاسخ احساس شرم بکنیم و دریابیم که چرا سحر خدایاری باید قدسوسی کند. 110 سال پس از این کوشش برای برابری حقوق زن و مرد در ایران، وکیل رعایا گفته که ما رأی دادیم. اصل 8 متمم قانون اساسی گفته است که اهالی مملکت ایران دارای حقوق برابر هستند، بنابراین زنان باید بتوانند رأی بدهند. این هم پاسخ آقای مدرس است. برهان این است که امروز ما هرچه تأمل میکنیم و میبینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است. نیک بنگرید، آدمی مانند مدرس از شمار آخوندهایی است که اگر امروز زنده می بود در حصر خانگی به سر می برد، زندانی می شد یا او رو سر به نیست می کردند. یعنی از شمار آخوندهایی است که نسبت به کسانی که امروز بر جایگاه فرمان روای ایران قرار دارند، مانند آقای خامنه‌ای و دیگر مجتهدانی که از او پشتیبانی می کنند، نسبتا معتدل تر بوده. همین آخوند معتدل، آخوند میانه رو درباره حقوق زنان چنین داوری می کند که خداوند قابلیت در اینها قرار نداده، اینها یعنی زنان، که لیاقت حق انتخاب داشته باشند. ببینید با چه بیشرمی این سخنان رو به زبان می آورند و اینها رو باور دارند. اینها برای بازی سیاسی نیست، جدا مدرس و دیگر آخوندها و بیشتر نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس غیر آخوند و مردم ایران همین رو باور داشتن در اون هنگام. شاید هم امروز هم بسیاری از مردم ایران این رو باور داشته باشن که اینها لیاقت حق انتخاب رو نداشتند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نمرند، یعنی اینها از شمار مستضعفین و مستضعفات هستند که عقول آنها، دانش، عقل آنها، نه دانش، عقل آنها، آن چیزی که در وجود اونهاست، عقل آنها استعداد ندارد و در گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما تحت قیومند، و اینجا آیه قرآن را از سوره نساء میخواند، الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمی ما اسلام است، آنها در تحت قیومیتند. یعنی اینها در واقع آدم نیستند، مرد هستش که اینها رو باید قیم اینها باشد، قیم این زن هاست مرد. اسلام ما این رو گفته، ابدا حق انتخاب نخواهند داشت، دیگران باید حفظ حقوق زن ها رو بکنند، که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیومیت باشند.
و حق انتخاب نخواهند داشت. هم دینی هم دنیوی، این مسئله بود که اجمالاً عرض شد. این سخن رو آقای مدرس 110 سال پیش در مجلس شورای ملی به زبان آورده، درست 110 سال پیش. آدم دیگری که پایه‌گذار جمهوری اسلامی بود در سال 1341، خیلی پس از سخنان مدرس، در دورانی که کشور ما پیشرفت‌های زیادی کرده بود، سخنانی شبیه همین سخنان آقای مدرس رو به زبان آورد. در مهر ماه 1341 آقای آیت الله خمینی، روح الله خمینی موسوی اون زمان، نامه به شاه نوشت. نامه نوشت به شاه. زمینه رو در دنباله سخنان امروزم نشان خواهم داد، چون در اون هنگام به دنبال یک رشته رویدادها و بسیار کوشش‌هایی که زنان ایران انجام داده بودند، علم در بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتخابات ایالتی ولایتی زنان حق رأی خواهند داشت. نامه خمینی ادامه سخنان آقای مدرس است از 110 سال پیش، و سخنان مدرس صدایی است از 1300 سال پیش، از شاه تاریخ، از فرومایه ترین بخش های این شاه تاریخ، شاه تاریخ نسبت به حقوق زن در دنیای امروز. آقای خمینی این گونه گفته است در اون نگاه در سال 1341: دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید. مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه، یعنی حق رأی زنان مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است، از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. یعنی شما اگر این رو حذف کنید، آقای محمد رضا پهلوی، ما دعاگوی شما خواهیم بود. همون زمان نامه نوشته این آقای خمینی به اسدالله علم، گفته ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف با قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، برای دیگران حق دخالت نیست. یعنی شما آقا که نخست وزیر کشور هستید، چرا در کاری دخالت میکنید که ما رهبران دین باید در این باره داوری کنیم؟ و رهبران دین، ما فقیهان اسلام هم داوریمون این است. در این صورت رأی دادن به زنها و انتخاب آنها را در همه مراحل مخالف نص اصل دوم متمم قانون اساسی است. این با صدهات اخیر سخنان آیت الله خمینی در سال 1341 است. ببینید، سحر خدایاری به بهانه اینکه به او پروانه ورود به یک ورزشگاه رو نمیدهند، خودش رو سوزاند. اما این موضوع نیست. سحر خدایاری بیان رنج و درد صده ها زن ایرانی است، درد و رنجی، نکبتی که در این 40 سال جمهوری اسلامی در برابر ما نهاده، آنچه که پیشتر وجود می داشته. نه این است که این کار تازه است، نه این است که این درد و رنج تازه‌ای برای زن ایرانی است.
برای دختران ما، مادران ما، خواهران ماست. نه، این رنج و درد رو اونها صده هاست چشیده و کشیدند. این قل و زنجیر رو بر دست و پای اونها نه تنها دولت ها، نه تنها ارباب دین، نه تنها آخوندها، بلکه مرد ایرانی نهاده، جامعه ایرانی نهاده. این رو دیدند و این سحر خدایاری نمادی است از این درد و رنج. من هوادار خودسوزی نیستم، من این انسان رو از نزدیک و از دور حتی نمیشناسم. درد او بر دل من هم نشسته است، درد خانواده او بر دل من هم نشسته است، ولی او نماینده این درد و رنج زن ایرانی است که برای یک کار ساده حاضر از خودش رو از میان ببرد که چرا من نمیتوانم همراه برادرم، همراه دوست پسرم، همراه پدرم، همراه دوستانم که مرد هستند در یک ورزشگاه شرکت کنم، چرا من نمیتوانم بدون حجاب به خیابان بیایم. این درد و رنجی است که در میان زن ایرانی، در میان زنان ایرانی امروز شکوفان شده و زن ایرانی رو در پیشا پیش جنبش مدنی، اجتماعی و سیاسی ایران قرار داده. هیچ گروهی در جامعه ما به اندازه دختران جوان ایرانی در شکستن این بت نکبتبار جمهوری اسلامی در این سالها نقش نداشتند و براستی باید در برابر اونها سر فرود باوریم و بگوییم که دست مریزاد، دست مریزاد از این توانایی شما، از این کار و کوشش شما. این کوشش حقوقی برای یا کوشش سیاسی اجتماعی برای برابری حقوق زن و مرد، اگرچه در همون دوران مشروطه آغاز شد، به اونجا پایان نیافت. یعنی این کاری که مدرس انجام داد و جلوگیری کرد از حق رأی زنان، از کوشش اونها برای دستیابی به دیگر حقوق نتوانست جلوگیری کند. در اون دوران بیشتر زنهای پیشگام جنبش آزادی خواهی در ایران کمتر روی مسئله حق رأی پافشاری می کردند. بگذاریم که روزنامه شکوفه در اون هنگام خانم مزینی اون رو منتشر می کرد. در واکنش به این کاری که مدرس کرده بود، آمد در شماره اول خودش یه آگهی به چاپ رساند که در این آگهی نام 12 زن توانای سرشناس تهرانی رو قرار داده بود که مردم به اینها رأی بدهید. این روزنامه رو مجلس مشروطه، دولت مشروطه تعطیل کرد و به او دستور داد که از این غلط ها دیگر نکند و این خانم مزینی پس گرفت و روزنامه آزاد شد. این دلیری ها رو در اون دوران زنان ایران انجام دادن برای اینکه حق رأی داشته باشن. اما جدا از حق رأی کارهای بسیار برجسته دیگری کردن در اون دوران. روزنامه نگاری زنان نمونه برجسته از این کار است. خانم های مانند صدیقه دولت آبادی یا مادر زنده یاد فرخرو پارسا که در دوران جمهوری اسلامی اعدام شد و بسیاری زنان دیگر در این کارزار روزنامه نگاری و حقوق زنان بسیار پیشگام بودند و یکی از برجسته ترین درخواست های اونها آزادی ورود زنان به آموزشگاه ها بوده، کاری که خود پایه‌گذار دبستان نو در ایران میرزا حسن رشدیه برای دختران خودش کرده بود، سر اونها رو تراشیده بود، نام پسرانه بر اونها گذاشته بود که بروند به دبستانی که خود او به وجود آورده بود، پایه‌گذاری کرده بود. شهناز آزاد مراغی یکی از دختران او که از یکی از این دو دختری که سر او رو تراشیده بودند، از پیشگامان جنبش آزادی خواهی زنان در ایران شد با همسرش مقدم مراغی. اینها پیشگامان کاری هستند که این خانم سحر خدایاری جان در آن راه باخته
و بسیاری از زنان ایران امروز، زنان پیشگام ایران امروز در زندان برای این حقوق هستند. یکی از پیامدهای آغاز پادشاهی رضا شاه و محدود شدن قدرت آخوندها در این بود که آمدن دختران به آموزشگاه ها آزادتر شد و این یکی از کارهای نیکی است که در اون دوران انجام گرفت. یعنی البته در آغاز کار دانشگاه دختران در دانشگاه نبودن، ولی رفته رفته اونها وارد کار دانشگاهی هم شدند، آزاد شد این کار و جلوگیری از اون نشد و از این کارهای نیکی است که در اون دوران روی داده. شوربختا که اگرچه این کوشش برای کشف حجاب به عنوان یکی از کارهای آغازینی که تا حدودی دست، یعنی در تا حدودی این زنجیر رو از دست و پای زنان گشوده بود، با دخالت دولت همراه شد و نباید چنین می بود. دولت نباید حجاب از سر زنان بر می داشت، ولی به هر روی کار نیکی بود این کار کشف حجاب. روی هم رفته باید گفت که گام بسیار بسیار برجسته‌ای در تاریخ به شمار می آمد و چنین می نمود که شاید زنان بتوانند به حقوق بیشتری دست بیابند. شوربختا که در آن دوران همه کوشش های زنان برای اینکه سن ازدواج رو به 18 سال برسانند موفق نشد. سن ازدواج که در آغاز بر پایه برداشت‌های اسلامی 9 سال بود، نخست به 11 سال و سرانجام به 13 سال و در پایان پادشاهی رضا شاه سرانجام به 15 سال رسید که بهتر از آن 9 سال قمری بود که در شرع اسلامی آمده بود. یعنی 8 سال و 7 ماه خورشیدی به 15 سال تبدیل شد. یعنی سن ازدواج دختران و پسران، پسران 18 سال و دختران 15 سال شد. اما جالب است که در دوران رضا شاه بسیاری از این دستاوردهای ترکیه رو پذیرفتند، اما هنگامی که آتاتورک به زنان حق رأی داد، رضا شاه نتوانست در جامعه مرد سالار و واپسمانده و دینی ایران به زنان حق رأی بدهد. شاید خود او هم چنین باوری نمی داشت، نمیدانیم، ولی هیچگاه در این باره در اون دوران سخنی به میان نیامد. تا به شهریور 20 و پایان دوران پادشاهی رضا شاه و تا حدودی یک دموکراسی نیم بند، دموکراسی ناقص در ایران میرسیم. پس از دوران شهریور 20، آمدن متفقین به ایران، این گشایشی که در ایران در زمینه آزادی ها به وجود آمد، پیدایش حزب توده، احزاب دیگر و آمدن آدم ها به سپهر سیاسی به گونه آزادانه، گسترش روزنامه نگاری آزاد در ایران، یکی از کارهای بسیار نیکی که در اون دوران انجام شد پیدایش حزب زنان بود. خانم فاطمه سیاه و خانم فیروز حزبی رو به وجود آوردن به نام حزب زنان، که این حزب زنان حزبی بود بیرون از چارچوب حزب توده. خانم فاطمه سیاه از کوشندگان حقوق زنان، از خانواده‌ای بود که در این راستا کار و کوشش بسیار زیادی کرده بودند و می کنند. هنوز هم این خانواده به کار خودش می پردازد و پاسماندگان این کوشش همچنان در سپهر حقوق زنان هستند، کوشش برای دست یافتن به حقوق برابر زنان. این کار 5 ساله اونها ناکام ماند، با مرگ خانم سیاه دیگر دنبال نشد. حزب توده هم در این راستا کار و کوشش هایی کرد، اما چون زیر سایه کوشش برای بدبستان با دولت بود، آنقدر های موضوع رو جدی نمی دانست. نخستین کوشش جدی برای دادن حق رأی به زنان 41 سال پس از آن نطق تاریخی مدرس در مجلس شورای ملی در دوران زنده یاد محمد مصدق روی داد. در لایحه انتخابات شهرداری ها
که در اون لایحه به زنان حق رأی دادن و حق انتخاب شدن داده بودند. این نخستین بار در تاریخ ایران است. این 10 سال پیش از انقلاب سفید است. در دوران زمامداری محمد مصدق خیلی ها به این نمی پردازند که در لایحه اختیاراتی که مصدق داده شده بود، بر پایه این لایحه اختیارات، مصدق در قانونی که به مجلس فرستاد برای تصویب برای انتخابات شهرداری ها به زنان حق رأی داد و حق انتخاب شدن داد. بحرانی در جامعه در گرفت. آدمی که از آدم های سرشناس اون زمان بود، معروف بود سید بسم الله، نماینده مجلس بود، به اون میگفتن سید بسم الله. چرا؟ چون همه سخنرانی خودش رو با بسم الله آغاز میکرد. سید باقر جلالی موسوی، سید بسم الله، در یک سخنرانی بلندی در مجلس پیش از دستور درباره نادرستی این کوشش برای دادن حق رأی زنان سخنرانی کرد. کسانی که امروز میآیند و میگویند دروغ است که مصدق چنین کاری کرده، این سخنرانی در آرشیو برنامه‌های اون زمان مجلس، در دستور مجلس، در نوشتارهای مجلس هست که این آقا سید بسم الله آمده و گفته که چرا نباید به زنان حق رأی داد، چرا اینها از دیدگاه دینی حق رأی دادن و حق رأی گرفتن ندارند، اینها باید در خانه بمانند، فرزند پرورش بدهند. این دستور اسلام است. این ماجرا آنچنان بالا گرفت، ماجرای حق رأی زنان در اون دوران، که آخوندهای برجسته قم به مجلس و به آخوندهای برجسته تهران نامه نوشتن. یکی از این نامه ها نامه است که آقای سید صدرالدین صدر، این یکی از برجسته ترین آخوندهای اون زمان بود، نیای همین صدری که بعدها در لبنان سربنیز شد، دولت لیبی قذافی او رو از میان برد، آیت الله سید صدرالدین صدر فکر میکنم با او وستگی داشته باشه، نامه ای نوشت به سید محمد بهبهانی. در این نامه سید محمد بهبهانی در اون هنگام کاری نبود، آخوندی بود که با دربار پیوند نزدیک داشت و این نامه رو ایشان به بهبهانی نوشته به عنوان آدمی که بر روی رابطه میان بروجردی و آقای و پادشاه کشور است. در اون هنگام بروجردی مرجع تقلید بود و آقای بهبهانی به عنوان آدم رابط، فرزند بهبهانی معروف، سید عبدالله بهبهانی مشروطه، از دشمنان مصدق به عنوان رابط با شاه به شمار می آمد. مقتضی است حضرت عالی متذکر فرمایید که این صحبت ها و مطالب اونهایی که آمده صریحا اجازه مداخله در انتخابات به زنها داده نشده است. میگه این به نخست وزیر بگویید که این حق رو ندارد. مطمئنیست به حضرت عالی متذکر شوید، متذکر فرمایید، یعنی به نخست وزیر، به مصدق، که این صحبت ها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست وزیر و مصادر امر خواهند شد، زیرا این امر، یعنی مداخله زنها در انتخابات، به جهاتی چند حرام و غیر مشروع می باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد. آقای بروجردی هم کنار این نامه با دست خودش مطلبی رو نوشت و فرستاد که بله، در کشور اسلامی زن حق رأی نخواهد داشت. اما این پوشش ها در این دوران دگرگونی هایی که در ایران انجام می شد، در کارزاری که در دوران محمد رضا شاه برای یک رشته رفرم های اجتماعی آغاز شده بود، کارهای بسیار نیکی در اون هنگام در این راستا انجام شد، دستخوش تغییر شد. در سال 1341
خیلی جالب است این موضوع که خدمتتون میگم. یعنی تصور نکنید که اینها از دربار برخواستین، جنبش اجتماعی خود زنان هست. زنانی است که در کارزار این اجتماعی شرکت دارند. آدمهایی، نگاه کنید به موضوع تحسن زنان مقابل مجلس سنا، یکی از بزرگترین رویدادهای اعتراضی زنان در تاریخ بوده. اینها مقابل مجلس سنا جمع شده بودند و یک راهروی درست کرده بودن، راهرو انسانی، که هر کس میخواست به مجلس سنا برود باید از این راهرو زنان رد میشد و در این راهرو پلاکارت هایی رو دستشون گرفته بودن که ما با مردان برابری، ما حق رأی میخواهیم، ما حق انتخاب شدن میخواهیم. این جنبشی است که در درون ایران در میان خود زنان در گرفته بود. آدم هایی که خانم منوچهریان و خیلی های دیگر در این کارزار به راستی درگیر بودند. نخستین یکی از برجسته ترین زنان حقوقدان ایران در اون هنگام به شمار می آمد و سپس نخستین زنی بود که سناتور انتصابی شد، دکترای حقوق گرفت و اینها در این کارزار شرکت داشتند، در این کارزار بزرگی که در اون هنگام به وجود آمده بود. و این کارزاری است که نمیتوانستند جلوی رو بگیرند. من نمونه های از این رو میتوانم با شما در میان بگذارم. کوشش خانم مهرانگیز منوچهریان که اشاره کردم، پیدایش کانون بانوان و بسیاری از کارهای دیگر در این هنگام سرانجام تکانی در ساختار فرمانروایی ایران داد و در سال 1341 یک رویداد بسیار شگرفی رخ داد. هر سال در 17 دی این زنها می رفتند در آرامگاه رضا شاه به مناسبت کشف حجاب. این بار آمدند دم دفتر نخست وزیری و حالا این برنامه ریزی شده بوده یا نبوده نمی دانیم، ولی به هر روی واکنشی که از این دیدار رخ داد آن بیانیه است یا کاری است که علم با موافقت محمد رضا شاه انجام داد برای دادن حق رأی زنان به در انجمنهای ایالتی و ولایتی، که واکنش آیت الله خمینی و بسیاری از آخوندهای تندرو رو به دنبال داشت و به جریانی انجامید که به ماجرای دوم خرداد معروف است و به تبعید خمینی و خیلی چیزهای دیگر انجامید. ولی به هر روی زنان حق رأی یافتند و وارد سپهر اجتماعی شدند با همه گرفتاری هایی که در جامعه ایران وجود می داشت و یکی از دستاوردهای نیک اون دوران است این کار. من منتقد به رفتار خودکامانه دوران محمد رضا شاه هستم، ولی در این راستا این امتیاز رو می دهم که هم محمد رضا شاه و هم پدر او رضا شاه در راستای دادن حقوق به زنان کارهای نیکی انجام دادند، گامهای بسیار ارزندهی برداشتند و پذیرفتن این کوشش جنبش زنان رو در ایران. و در این راستا با همه نقدی که من به عنوان یک انسان جمهوری خواه به اون دوران دارم، آدمی که سخت منتقد به رفتار محمد رضا شاه در کودتای 28 مرداد است، نمیتوانم ستایش نکنم کارهای نیکی رو که در راستای حقوق زنان در دوران محمد رضا شاه و پدر او رضا شاه برداشته نشد. گام هایی که با تردید همراه بود، با درنگ همراه بود، اما درنگ و تردیدی که گام های استواری در این زمینه برداشته شد. هنگامی که ما با آستانه انقلاب 57 میرسیم، نه این است که همه درخواست های زنان برآورده شده و برابری کامل وجود دارد، ولی روی هم رفته می توانیم بگوییم که ایران در شمار کشورهایی است که دست کم در دنیای اسلامی حقوق زن و مرد بسیار با یکدیگر نزدیک شده. زنان می توانند در انتخابات شرکت کنند، می توانند نماینده بشوند. یک زن برجسته‌ای به نام خانم فرخرو پارسا وزیری است در کابینه دولت و بسیاری کارهای دیگر. من به فساد، به صحنه سازی ها، به بازی ها کار ندارم، ولی روی هم رفته از نقطه نظر حقوق اجتماعی
ما گام های بسیار درخشانی در این دوران برداشتیم. این رو نمی توانیم انکار کنیم و می رسیم به انقلاب 57، انقلابی که میلیون ها نفر از مردم ایران معترض به اون آزادی ها نبودند، آزادی های بیشتری می خواستند، آزادی سیاسی می خواستند. می گفتند بنا نیست که دولت و شاه تعیین کند که چه کسی به مجلس راه پیدا می کند، ما آزادی می خواهیم. با این درخواست ها به میدان سیاست وارد شدند مردم ایران و با دست خودشون چاهی رو کندن که دولت اسلامی رو پدیدار ساخت، که یکی از نخستین کارهایی که این دولت اسلامی کرد اجباری کردن حجاب بود. در آغاز هم ظاهرا اجباری نبود، ولی کاری رو کردن که به اجباری کردن حجاب انجامید. نخستین قربانی انقلاب اسلامی زنان ایران بودند و از آن پس هم زن ایرانی است که در این قل و زنجیر به سر میبرد. بیش از همه و از همین روز که زن ایرانی امروز در پیشا پیش جنبش آزادی خواهی ایران قرار داره، در ایران تر از مردان، اگر 14 نفر کنشگران سیاسی نامه می نویسند به آقای خامنه ای که شما باید استعفا بدهید، نامه بسیار بسیار دلیرانه، 14 زن کنشگر نامه می نویسند که ما خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستیم. یعنی نامه اونها رو تواناتر می سازند. استعفا بدهید و ما می خواهیم از جمهوری اسلامی گذر کنیم، از این حکومت دینی گذر کنیم و به سکولاریسم و آزادی دست پیدا بکنیم. این دلیری زن ایرانی است که هیچ پرده ای رو نمی خواهد دیگر در برابر خود داشته باشد، همه پرده ها و دیوار ها رو می شکافد. و ما امروز با چنین روزگاری روبرو هستیم، روزگاری که 100 و اندی سال پس از انقلاب مشروطه، 110 سال پس از نخستین کوشش برای دادن حق رأی زنان در مجلس مشروطه، زن ایرانی در پیشاپیش فروپاشی جمهوری اسلامی قرار دارد. آجر به آجر این حکومت دینی رو داره ویران میکنه. از کوشش های خیابانی، از این خودسوزی، از این کارهای دلیرانه ای که در کشور انجام می شود. من به هیچ روی هوادار خودسوزی نیستم، به هیچ روی هوادار این نوع کارها نیستم، اما این بانگ طغیان زن ایرانی است که به گوش جهان می رسد که ما نمی خواهیم در زنجیر بمانیم. ما کشوری هستیم که 110 سال پیش در پارلمانمون موضوع حقوق زنان پیش از همه مجلس ها در جهان مطرح شده. ما نمیخواهیم نابرابر بمانیم. این بانگ طغیان زن ایرانی بانگ آزادی برای جامعه ایران است. من بسیار شادمان و خوشبین به آینده ایران هستم. هنگامی که میبینم زن ایرانی با چنین دلیری و آگاهی در کانون سپهر سیاسی و اجتماعی ایران نشسته است و میخورد و میخوشد و ببخشید میخورد و خروش میکند و فغان و داد خودش رو به جهان اعلام میکنه، بسیار شادمانم، احساس افتخار میکنم، احساس میکنم که من از ایرانی بودن خود سربلند و بسیار خرسند هستم. به پیش، به سوی آیندهی بهتر، آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، برابری کامل زن و مرد، برابری کامل همه ایرانیان در برابر قانون. تا برنامه های آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.